رسیدیم به حکایت لقمان حکیم علیه السلام. خب قبلا فرمود که روز قیامت روز عرض احوال و اعمال است. اینکه روز عرض داشتن اعمال است، این برای همه ما تا حدودی مشخصه، اما اینکه عرض احوال به چه معنا هست، این قابل توجه است. خب تفاوتی که میان تعابیر فقها و فلاسفه با تعابیر عرفا وجود دارد همین است. فقها و فلاسفه بیشتر به عرض اعمال و عرضه اعمال توسط انسان‌ها در روز قیامت توجه دارند، اما عرفا علاوه بر اعمال که امور ظاهری هستند به عرض احوال هم توجه دارند. احوال یعنی حالاتی که برای انسان در سیر و سلوک معنوی پیش می آید و اعمال در حقیقت نتیجه و بازخورد این احوال است و احوال و افکاری که به واسطه اشراقات و به واسطه مکاشفات خاص بر سالک روی می دهد او رو از حالی به حالی می کند و البته وقتی به تثبیت رسید او رو به عمل وادار خواهد کرد. از این جهت که آنچه که معلوم است این است که همه اعمال ما در روز قیامت بر خداوند عرضه خواهد شد، بر فرشتگان خداوند عرضه خواهد شد، اما احوال ما هم عرضه خواهد شد. آیا احوال ما نیک بوده است یا بد بوده است، خوب بوده است یا خوب نبوده است؟ این احوال مربوط به همه حالاتی است که ما در طول زندگی خودمان داشته ایم، در طول زندگی اختیاری من داشته ایم و از ما سوال خواهد شد که آن حال رو چرا پیدا کردی و این حال رو چرا پیدا نکردی. همه ما درگیر حالات خودمان هستیم، درگیر احوالات خودمان هستیم. ما همه حالات متفاوتی داریم. از وقتی که در این جلسه تشریف آوردید و حضور دارید شاید ده ها حال به شما روی داده است، اما انسان عارف، انسان سالک با انسان عامی همین تفاوت رو دارد. انسان عامی متوجه حالات و احوال خود نیست. غالبا اگر خیلی متتبع باشد و خیلی متفتن باشد نهایتا برخی از حالات شادی و غم خود رو درک می کند، اما اهل عرفان چون همیشه با آن مبدأ اتصال دارند و چیزهایی می دهند و بازخوردهایی از آن عالم می گیرند و انعکاساتی از عالم ملکوت دریافت می دارند، اینها موجب می شود که حالات اینها هر لحظه متفاوت شود. یعنی انسان عارف یک لحظه بر یک حال نیست و هر لحظه ای حالی دیگر بر او روی می نماید، چون او قدر حال رو می داند و احوال خود رو دقت می کند و احوال خود رو بررسی می کند. خیلی وقتا هست، مثلا معمول است، ما می بینیم که حوصله نداریم یا مثلا دلتنگیم ولی علتش را نمی دانیم. چرا؟ چه علتی وجود دارد که من حالم در دلتنگی به گونه دیگری می شود؟ این رو انسانهایی که با خود مراوده دارند، من خود رو می شناسند، با خیشتن خیش رابطه مستقیم و خوبی دارند، اینها می توانند درک کنند که من در اینجا فلان سخن رو که گفتم، فلان کلمه رو که بر زبان راندم، این باعث شد که یک ساعت، دو ساعت، یک روز دل من بگیرد، حال من از حال خوب به حال بد تغییر کند. این که در ابتدای سال گفتیم حول حالنا الى احسن الحال، اینو بهتره بگیم که حول احوالنا
الی احسن الاحوال، چون که حالهای ما دائم در حال سیرورت است، دائم در حال عوض شدن است و این حالها در روز قیامت عرضه خواهد شد، بر خداوند عرض خواهد شد و خداوند همچنانچه برای اعمال ما و افعال ما پاداش و مجازاتی در نظر می گیرد و گرفته است، برای احوال ما هم همچنان حالاتی رو در نظر گرفته است. اگر من دیدم یکی موفق شد، اگر حال من در جهت عکس دگرگون شد و حال من به واسطه موفقیت یک نفر دگرگون شد و حال حسادتی بر من روی کرد، البته آن حتما در آن عالم بازخورد خاص خود رو خواهد داشت و جزای خود رو به دنبال خواهد آورد. همچنانچه البته در این جهان هم این احوالی که ما داریم، این احوال ما زودتر از اعمال ما پاسخ خود رو در این جهان میگیرند. این جهان هم که طبق فرمایش مولانا عرض کردیم که این جهان هم جهان مکافات است و این عالم عالم مکافات است. بنابراین همچنان که افعال ما مورد مکافات قرار میگیرد و اگر ما با کسی فعلی کردیم در جهان، یک عملی را انجام دادیم، مطمئن باشیم که آن عمل به خود ما بازگشت خواهد کرد و به سوی ما باز خواهد آمد. اما حالات ما و احوال ما بسیار سریعتر و عمیق‌تر به ما روی خواهد کرد. اگر من توانستم کسی رو شاد کنم، آن وقت دل من شاد خواهد شد. اگر من دل کسی رو شاد کردم، کسی پیدا خواهد شد که دل مرا شاد کند. و البته آن شادی دوم بسیار برتر و والاتر است از آن شادی اول، چرا که خداوند گفته هر کس یک نیکی کند، من 10 برابر به او میدهم. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. قرآن فرمود که هر کس حسنه انجام دهد، من 10 امثالها رو برای او در نظر میگیرم، یعنی 10 برابر به او میدهم. اگر ما به کسی یک حال خوب دادیم، خداوند کسی رو مبعوث میکند که به ما 10 برابر اون حال خوبی که به دیگران داده ایم رو دریافت بکنیم. بنابراین در این جهان علاوه بر این که سعی کنیم اعمال و افعال خوبی داشته باشیم و مردم به خصوص خلق الله از افعال و اعمال ما راضی باشن، در این حال همچنان سعی کنیم که احوال خودمون رو هم تطبیق دهیم و احوال خوب به انسان‌ها بدهیم، حال‌های خوب به انسان‌ها بدهیم، تا اینکه آن حال‌ها به خود ما برگردد. و البته یک تضاعف زیبایی به وجود خواهد آمد و هر چیزی که 10 برابر و تصاعدی باشد، البته خب ما یک خوبی می‌کنیم، یک حال خوبی در کسی ایجاد می‌کنیم، خداوند 10 برابر آن حال رو در ما ایجاد می‌کند. ما این رو به 10 نفر می‌دهیم و آن 100 برابر می‌شود و همچنان متناوباً بالا می‌رود و انسان همیشه در حال خوب و خوش است، مانند مولانا می‌شود که همیشه حال او خوش است و همیشه احوالات بسیار مناسبی دارد. این هم نکته‌ای است که در مورد عرض اعمال و احوال به نظر می‌رسد. حکایت لقمان حکیم علیه السلام و اظهار حکمت کردن تا خیانت خائنان و امانت امینان ظاهر و پیدا گردد. و این تمثیلی است مر امتحان حشر را، کما اشار علیه حضرت العارف المعنوی. خب اینجا یک حکایتی رو مولانا بیان می کند و آورده ام که لقمان که برده‌ای بود، برده سیه‌چرده‌ای بود، برده بیمقداری بود، روزی رفتن با دیگر بردگان، با دیگر انسان‌هایی که بودند، دیگر کارگران، کارکنان آن مولا، رفتن در باغ. آنجا بله در آنجا آمدند و
گفته بود که میوه ها رو بچینید و بیاورید برای من. اینها رفتن دیدن میوه کمه، همش رو خوردن و چیزی برای صاحب خود نیاوردن. بعد که اینها آمدن، چون این از همه مظلومتر بود، لقمان، آن همه هفتش نفری که بودند، آنها گفتند که لقمان همه اینها رو خورد، ما نخوردیم. و مولا بر او خشم گرفت و ناراحت شد. در آن زمان لقمان که به هر حال حکمت خدادادی داشته است، گفت خب بیا امتحانمان کن، به هر کدام از ما مقدار زیادی آب گرم بده و بعد ما را بدوان، آن وقت موضوع بر تو روشن خواهد شد. مولای او چنین می کند، آب گرم رو می دهد به همه اینها تا حد زیادی و اینها رو می دواند. او اسب رو در پی اینها می گذارد و اینها رو می دواند. بعد از یک مدتی اینها همه شروع به استفراغ می کنند و قی می کنند و هرچه که در درون داشتن بیرون می ریزد. از آن آنها آب بود و میوه بود و از آن لقمان فقط آب صاف و رقیق. و آنجا معلوم شد که قصه کدام است. اینجا مولانا مثالی میزند در این خصوص که انسانها هم در روز حشر و در روز قیامت چنین خواهند بود. خداوند آنجا که میفرماید آب و ماء من حمیم، آبی که حمیم است، حمیم بسیار گرم، حمام هم که میگوییم همان حمام است، همان یعنی گرم، آنچه که خیلی گرم است، آب گرم و داغی که به جهنمیان و دوزخیان میدهند همان است که گفتند وقتی که اینها میآورند در جلوی رویشان، از شدت حرارت پوست صورتشان میریزد. و یشب الوجوه در قرآن هست که چهره های اینها کباب می شود از فرط آن، ولی از بس تشنه اند آن را هم فرو می برند و باز هم امعا و احشای آنها همه از بین می روند. بود لقمان پیش خواجه خیشتن، نزد خواجه خود بود، در میان بندگانش خارتن. او کسی بود که نسبت به همه در حقیقت قدر و ارج بسیار کمتری داشت. لقمان بود لقمان در غلامان چون طفیل، پرمعانی تیر صورت همچو لیل. او در میان غلامان مانه طفیل بود، یک طفل هست، طفل یعنی کودک، طفیل یعنی مصغر کودک است، یعنی طفل کوچک، طفلکی که ما میگوییم. البته خب طفیل به مفهوم چیزی است که وابسته هست و خودش اصالت ندارد. پر معانی، معانی پر بود در درون او، ولی تیر صورت همچو لیل، ولی سیاه پوست بوده از گویا و پوست روشنی نداشته است. می فرستاد آن غلامان را به باغ، تا که میوه آیدش بهر فراغ. می فرستاد که میوه بیاورند. آن غلامان میوه های جمع را خوش بخوردند از برای طمع را. آنها به خاطر طمع آن میوه ها را خوردند. خواجه را گفتند لقمان خورد آن. اومدم به خواجه گفتند که لقمان اینها را خورد. خواجه را گفتند لقمان خورد آن. خواجه بر لقمان ترش گشت و گران سنگی کرد با او. چون تفحص کرد لقمان آن سبب، در عتاب خواجه پس بکشاد لب. چون فهمید که چرا خواجه او رو عتاب کرده است، لب گشود، گفت لقمان سیدا، پیش خدا بنده خائن نباشد مجتبا. بنده خائن هرگز مجتبا و برگزیده نیست. اجتبا یعنی برگزیدن، البته برگزیدن از میان یک جمع خاص. مجتبا با سایرین چنین است که مصطفی هم یعنی برگزیده، مجتبا هم یعنی برگزیده، اما فرق مصطفی و مجتبی در این است که مصطفی از میان همه جمع می شود، از میان همه برگزیده می شود، و
ولی مجتبا از میان برگزیدگان برگزیده می شود. اینکه کسی چنین باشد بنده خائن هرگز مجتبا نیست. امتحان کن جمله ما را ای کریم، سیر من درده تو از آب حمیم. آب حمیم به ما سیر بنوشان، بعد از آن ما را به صحرایی بران. تو سواره ما پیاده میدوان، همین ما رو بدوان. آنگهان بنگر تو بر کردار ما، صنعهای کاشف الاسرار ما. آن وقت ببین که صنعها و صنعتها و کارهایی که ما انجام میدهیم چگونه کاشف الاسرار است. اسرار وجود دارد، اما این کشف می کند، پرده برداری می کند از آن اسرار. گشت خواجه ساقی آب حمیم، مر غلامان را بخوردند آن زبیم. اینها از ترسشون مجبور شدن بخورن، نمی دانستن علتش هم چیست. بعد از آن می راندشان در دشت ها، می دویدند آن نفر تحت و علا. آنها تحت و علا، پایین و بالا، تپه ها و اینها رو می دوانده. در قی افتادند ایشان از انا، انا یعنی رنج، از رنج اینها در قی افتادند ایشان از انا. آب می آورد زیشان میوه ها، آن میوه ها به هر حال موجب آن فعل شد. چون که لقمان را در آمد قی زناف، می بر آمد از درونش آب صاف. مر غلامان دیگر از معده ها، می بر آوردند آب و میوه ها. حکمت لقمان چو تاند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الودود. وقتی حکمت یک حکمت لقمانی که خدا این حکمت رو داده است، اگر چنین بتواند خائنان را رسوا کند، پس حکمت رب ودود چگونه هست؟ البته اینجا مولانا یک کاری کرده، رب رو با صفت ودود آورده، نه با صفتهای دیگر. ودود یعنی کسی که بسیار مهربان است، مهربانی که همراه با بندگانش هست و هرگز از آنها جدا نمی شود. ود یعنی محبت و دوستی بیش از حد. اینجا میگوید که خداوند رب الودوده، به ما این تذکر را میدهد که خداوندی که میداند ما خیانت میکنیم، والله یعلم و هو یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. در قرآن فرمود که خداوند میداند که چشمهای خیانتکار کدام است. اگر هیچ کس نداند، خداوند این چشمهای خیانتکار را میشناسد. و ما تخف صدور، و آنچه که صدرها و سینه ها او را در درون خود مخفی می دارند. البته اینجا اشاره ای هم داشته باشیم که گفته اند هرگز با چشم خیانت به دیگران، به هیچ چیز دیگران نگاه نکن، به مالشان، به ناموسشان، به وجودشان، هرگز به چشم خیانت به دیگران نگاه نکنیم. چرا که مطمئن باشید طبق قانون عالم مکافات، اگر شما به چشم خیانت به کسی نگریستید، دیگرانی قبل از شما به شما به چشم خیانت نگریستند. اگر مراقب خائنة الاعین نباشیم، بدانیم که آن وقت در وجود خود ما و در حضور ما خود ما چون اتفاق خواهد افتاد. من 7-8 روایت معتبر رو در این باب دیدم از حضرات ائمه معصومین که این رو تأکید فرموده ان که مراقب باشید، نه اینکه کار بد نکنید. کار بد که مکافات دارد، حتی به چشم خیانت و به عین خیانت به هیچ کسی و هیچ چیزی نگاه نکنیم. چرا؟ اگر دوست می‌داریم که دیگران به چشم خیانت به ما نگاه نکنند، به وابستگان ما، به خاندان ما، خانواده ما به این چشم نگاه نکنند، به دیگران با دیده خیانت نگاه نکنیم. ولی نه، اگر میخواهیم که دیگران هم به ما خیانت کنند، البته حتما بایستی خودمان خدای نکرده از خائنة الاعین باشیم. یوم تبل
یوم تبلا ز السرائر کلها بان منکم کامن لا یشتها. چون سقوما ان همیما قطعت جمله الاسرار مما افزهت. خب اینجا دیگه فارسی ناقص آمده و ایشان عربی رو اینجا آورده تا اینکه حق مطلب رو ادا کند. یوم تبلا ز السرائر کلها، همش اشاره به آیات قرآنی است. یوم تبلا السرائر، در حالات قیامت هست که روزی که تبلا آشکار می شود از سرائر، سرها، و سرائر جمع سریره هست. سریره با سر یک فرقی دارد. سر ممکن است یکی باشد، اما سریره چیزی است که تبدیل به سیرت انسان شده است. ممکن است ما یک چیز رو از کسی پنهان کنیم، آن می شود سر. اما اگر یک چیز رو خیلی پنهان کنیم و از خیلی اشخاص دیگر پنهان کنیم، هیچ کس در دور و بر ما از آن خبر نداشته باشد، آن می شود سریره. سریره یعنی سری که پیوسته سر باقی مانده است و ما در سر بودن آن کوشیده ایم. از سرائر که قرآن فرمود، یوم آن روزی، روزی است که تبل سرائر، خود به خود آشکار می شود. مجهول هم آورد، نه اینکه خدا این رو، این سرائر، این سریره ها رو آشکار می کند، فرمود که خود به خود این سرائر آشکار می شود. این حکمت وجودی جهان است. این جهان است که موجب می شود که چنین باشد. می گویند عمر کسی رو گرفت به اتهام زنا و گفت او رو رجم بکنند. البته می دانید که ما در اسلام رجم محسنه رو نداشتیم تا اینکه جناب عمر این رو تشریع کرد و بعداً آمد و مورد عمل قرار گرفت. همچنان که قتل مرتدین فتوای ابوبکر بود و قبل از او پیامبر چنین حکمی رو نداده بود و دیگران هم از حضرات ائمه معصومین این حکم رو اجرا نکرده بودند. قتل اهل رده رو حکمش رو ابوبکر داد و بحث رجم و سنگسار زانی و زانیه محسنه رو، محسن و محسنه رو هم عمر آورد و قبل از آن در سنت ما وجود نداشت. میگویند که عمر کسی رو گرفت، گفتن خب حالا این بار ببخشش. گفت خدا خیلی ستار العیوب است، من مطمئنم که این قبلا چندین بار این کار را انجام داده است. وقتی از حد گذشته است، خدا او را این الان رسوا کرده است، وگرنه قبل از این، این خیلی مرتکب این عمل شده است. حال به هر حال سخن و تعبیر عمری است. حال اینکه چقدر صحیح باشد، چقدر صحیح نباشد، بحث آن چیز دیگری است. اما در مثنوی هم به آن اشاره ای رفته است، از آن جهت عرض کردم که انسان هایی که کاری انجام می دهند، خداوند تا می تواند این رو پرده پوشی می کند و سعی می کند پرده پوشی کند. اما وقتی دیگر از حد گذشت، دیگر در آن وقت خداوند رسوا می کند. یوم تبلا ز السرائر کلها، هم زمانی که همه سرائر و سریره ها همشون آشکار می شوند. این خود به خودی است، همچنان که مکافات خود به خودی است و در حقیقت در نرم افزار این جهان این برنامه ریزی شده است و این برنامه نوشته شده است که هر کس کاری بد با دیگران بکند، این جهان هم کار بد رو به او برگرداند، و هر کس کار خوبی بکند، این سنت الهی است، این سنت حضرت ربوبی است که خود این سنت را نهاده است. چه کسی به این اعتماد و اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد. من اصلا به قیامت اعتقاد نداشته باشم، به مکافات اعتقاد نداشته باشم، این اثرش وضعی است، اثرش تشریعی نیست، اثرش شرعی نیست، اثرش فقط قرآنی نیست که من بگویم اگر من به قرآن معتقد نبودم آن وقت دیگر چنین اتفاق نمی افتد.
این اثر اثر وضعی است، یعنی هر کسی در جهان، هر کسی که باشد، هر کار بدی انجام دهد، او رو تا حد امکان در این جهان مکافاتش رو خواهد دید، و اگر کار خوبی هم کرده باشد مکافاتش را خواهد دید. آنهایی به روز قیامت میماند که در اینجا دیگر ممکن نیست که ما این مکافات رو بچشیم، و مواردی هست هم در خیر و هم در شر، البته مواردی هست که مکافات این در این جهان ممکن نیست. کسی که آمده است 50 میلیون انسان رو کشته است، کسی که موجب کشتار میلیون ها انسان شده است، این با یک بار کشتن که مکافات نمی شود. اینجا جهانی دیگر لازم است که بیاید و در آنجا پاسخگو باشد. کسی که به همه نیکی کرده است و بسیار مهربانی کرده است، واقعا این دنیا قابلیت و گنجایش آن عذاب واقعی و آن پاداش حقیقی رو ندارد، و می بایست که جهان دیگری باشد که طولانی تر باشد، عظیم تر باشد، عمیق تر باشد، که بتواند همه آنها رو در خود جا دهد. بانم این کم کامن لا یشتها، یعنی مانند آشکار می شود از شما آن کسی که آمن است و مورد خواست او واقع نمی شود، همه چیز مشخص می شود. چون سقوما ان همیمن قطعت، باز آیه قرآنی، سقوما ان همیمن فقط تعت بهم الاسباب، می فرماید که آیه قرآن هست که وقتی اینها ماء همیم و آن آب داغ رو خوردن، آیات متفاوتی هست، من فقط به یکیش اشاره کردم، آب داغ رو خوردن قطعه قطعه می شود، وجودشان امعا و احشاهنا، اسباب و وسایل وجودی آنها، بدنشان همه قطعه قطعه می شود. جملت الاستار مما افزهد، اینجا می گوید آنکه قرآن فرم قطعت، آن امعا و احشا نیست که قطع قطع می شود، بلکه استار و پوشش هایی که، سطرهایی که آنها بر روی اعمال خود کشیده بودند و آن پنهان کاری هایی که انجام دادن، آن پرده های پنهانی کنار می رود و تبل سرائر اتفاق می افتد، و اینها مفتزه می شوند و اینها معین می شوند. نار از آن آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. خیلی بحث خوبی، خیلی تفسیر زیبایی است. ما یک آیه مشهور داریم که همه از حفظ هستید، که خداوند در سوره بقره هست، می فرماید که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة و عدت للکافرین. اینجا مولانا اشاره می کند به همان، این رو خیلی بحث کرده اند که وتقوا النار التي، از آتشی به ترسی که وقود آن، یعنی آن چیزی که موجب سوزاندن می شود، اوقد نارن یعنی آتش برافروخ، یعنی وسایل رو جمع کرد، یک هشایی رو جمع کرد و اون رو آتش زد تا اینکه آتش بزرگ روشن شود. وقودها الناس والحجاره، که سوخت آن مردمند و سنگ ها هستند. این رو هر مفسری به جایی رفته است و هیچ کس هم نتوانسته بگوید که منظور از این چیست، یعنی اینکه سوخت دوزخ انسان ها هستند و حجاره و سنگ ها هستند یعنی چه. مولانا اشاره به این دارد و خیلی اشاره زیبایی است. نار از آن آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. خیلی زیباست، میگوید که برای نار چه چیزی امتحان است. نار که خیلی راحت میتواند همه چیز را در خود بسوزاند، اما همه شک میکنند که آیا این نار، این آتش میتواند این سنگ سما و صخره سما را هم ذوب کند، چون بهترین زمانی که هست چنین است. وقتی که آن حجاره و آن سنگ ها توسط این
آتش ذوب شدند، وقتی به بدن لطیف و نازک انسان و به پوست و گوشت و استخوان خیلی لطیف انسان میرسد چه اتفاقی میفتد؟ اگر این آتش توانست که سنگها را بگدازد و سنگها را ذوب کند، البته خواهد توانست به راحتی به طریق اولا و بنا به قیاس اولویت حتما خواهد توانست که جسمهای بسیار ضعیف و نحیف ما را هم در خود بسوزاند. نار از آن آمد عذاب کافران. عذاب کافران از آن جهت نار است که حجر را نار باشد امتحان. نار امتحان می کند حجر را و حجر ممتحن نار است. به واسطه حجر و به واسطه سنگ است که خداوند امتحان می کند. این دل چون سنگ ما را چند چند. خیلی زیباست. پند گفتیم و نمی پذرفت پند. خب حالا بقیهش رو می فرماید که این که قرآن فرمود که وقود هن ناس و والحجاره، میگوید این حجاره هست. این حجاره همان قلب سنگ انسان است. این رو هم مولانا همینجوری نمیگوید، آن هم اشاره به آیات دیگری است. آیات زیادی هست و اگر در خاطرم باشد و ان من الاحجار لما يتفجر الانهار، قرآن وقتی که راجع به این صحبت می کند که انسان هایی هستند آنقدر قساوت قلب دارند، آنقدر قلبشان سخت است که هیچ گریه نمی کنند، هیچ آبی از این سنگ بیرون نمی آید. اما می فرماید که ان من الاحجار، این سنگ ها و این صخره های سمایی که هست، گاهی از این صخره ها می بینید که از وسطش آب جوشیده است. از این سنگ بسیار بسیار سخت آب می جوشد. این دل بسیار سنگ انسان چقدر سنگ است، چقدر سنگ تر از این سنگ هاست که هیچ در راه خداوند نمی گرید و برای خداوند اشکی نمی ریزد. این سنگ است. و در جاهای دیگر هم بل هم اشد و قسوه، و یه جایی می فرماید که اینها دلهایشان بسیار مانند سنگ است، مانند صخره سماست. سنگ هایی که سفت‌ترین و سخت‌ترین سنگ ها هستند، قرآن می فرماید بل هو اشد و قسوه، بلکه قساوت این دلهای کافران از آن هم شدیدتر است. باید به خداوند پناه برد از دلی که سنگ باشد. از آن جهت ممدوح است کسی که گفتند که دلتان نازک باشد، دلتان به گونه ای باشد که از رنج یکی عذاب بکشید، از شادی دیگری شاد شوید. دلتان رو هرگز اجازه ندهید که سفت و سخت شود. اشکال ندارد، بگذار دلهای نرم رو همه بیشتر ضربه میخورد، دیگران ضربه بیشتری میزنند، ولی حیف است که انسان دلش نرم نباشد و سنگ دل و سخت دل باشد. بدترین چیزهایی که در قرآن به آن اشاره رفته است همین در حقیقت چون صخره بودن و سنگ دل بودن انسان است. بعضی ها میبینید مثلا یک حیوان رو به راحتی میکشد، یک انسان دیگر رو به راحتی میکشد. این قساوت قلب البته فرسنگ ها دور است از ایمان و از اعتقاد از راه خداوند. ای کسی که به نام اسلام سر می برد، البته او باید بداند که او اسلام را نشناخته است. و عده الان با الله اکبر سر می برند، انسانها رو می کشند، مع الاسف امثال داعش و دیگران. اینها حقیقتا شرم تمامی انسانها و مسلمانان هستند. مسلمان دلش نرم است، مسلمان دلش نمی آید حتی یک گنجش که هم از دست او آزار ببیند، حتی یک مورچه هم از دست او آزار ببیند. آن حدیث مشهور است که اگر بخواهید همه چیز دنیا رو، حضرت علی فرمود اگر همه دنیا را به من بدهید، ان اجلب جلب شعیرت، حضرت علی میفرماید من بگیرم از اگر همه دنیا رو بدهید که من از دهان یک مورچه‌ای آن توشه او رو بگیرم،
من این کار رو نخواهم کرد. تمام دنیا رو یک جا قرار دهید که من بیایم و توشه و آن کاهی رو که این مورچه با خود دارد میبرد او رو از دهان او بگیرم، من چون این نخواهم کرد. دین ما این است، اسلام ما این است. چگونه شخصی میتواند مال و ناموس و جان انسانها رو مباح کند و همچنان هرچه میخواهد بر سبیل تندروی آنچه را که نباید بکند به نام اسلام و به نام دین، به نام قرآن اینها رو انجام دهد؟ خب حالا من باشم میگم خب حالا اینو میگیرم، تمام دنیا رو گرفتم، خب یه دانه دیگری پیدا میکنند، آخه این که چیزی نیست که نمیکشه که، حالا مثلا بکشه هم باز مسئله این نیست، اما یک مورچه است دیگه. اما حالا میفرماید این که من بخواهم آن دانه رو از دهان آن مورچه بگیرم، این کار رو نخواهم کرد. میدانی که حضرت علی هم تعارف نمی کند، سخن این بزرگان حجت است، حجت کامل است، چون این نیست که مثلا بخواهد ما یاد بگیریم، نه چون این نیست، واقعا چون این نمی کند. او دروغ نمی گوید که ما تصور میکنیم بعضی از این سخنانی که هست آنها این بزرگان گفتن که ما هدایت شویم، ما مثلا تربیت شویم، نه، خود آنها آن کار رو هرگز انجام ندادن و نمی دهند. این دل چون سنگ ما را چند چند پند گفتیم و نمی پذرفت پند. ما خودمان به این دل من هی پند گفتیم، اما از بس سنگ بود این دل که پند ما را نپذیرفت. ریش بد را داروی بد یافت رگ، مر سر خر را سزد دندان سگ. میگه این قلبی که بود، این قلب شایسته همان آتش است. چرا؟ ریش یعنی زخم، زخم بد رو باید با داروی بد مداوا کرد. هرچه زخم بدتر باشد عذاب و رنج دارو باید بیشتر باشد که بتواند این زخم رو فراهم کند و او رو طیب کند. مر سر خر را سزد دندان سگ، دندان سگ شایسته سر خر است.